اخیرا دیدم که یه عده اسمش را گذاشتن فیلسوف، هو هو علی بو، نمیدونم، از اینجور اسمای ظاهرا قشنگ که عمق خباستشون رو نشون میده، تبلیغ میکنن پشت تریبون میرن که اسلام فرموده الاسلام یجوب به ماکان، یعنی اینکه اسلام گذشته یک غیر مسلمانی رو که مسلمان شده رو پاک میکنه، یعنی هر گناهی رو بینی و بین الله، بین الله که میگیم بین خودش و الله تعالی هست، اینو عفو میکنه میگذره، الا حق الناس. یه عده تو بوق و کرنا کردن که بله اسلام که این قانون رو گذاشته، یعنی که هر تمدنی قبل از خودش رو از بیخ نابود میکنه، کتاب آتیش میزنه، هرچی محاسن داشته باشه یک ملتی رو از بین میبره. عرب ها که به ایران حمله کردن تمام تمدن ایران رو نابود کردن، آتیش زدن و زدن و کشتن. شما با اون بیان شیرینت بفرما که الاسلام و یجب ماکان یعنی چی؟ تو دهنی دیگه ای به این پلیدان و سربازان یزگرد اول آخر کثیف هستن بزنیم. ها دور سرتون بگردم و السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. دوست عزیز و برادر گرامی، از عبارتی پرسیدن، البته دو تا موضوع هست. یکی اینکه این عبارت منظور از این موضوع چی است؟ حدیثی است که الاسلام یا قاعده فقهی است که الاسلام یجب مکان قبل، یعنی اینکه همونطور که خودشون هم اشاره کردند، اسلام گناه، کسی با اسلام آوردن، با مسلمان شدن، همه گناهان قبلش پاک میشه، گناهانی که حق الناس نباشند. یعنی اگه کسی قبل از اسلام هر گناه شخصی خودش کرده ولی حق دیگری رو ضایع نکرده، گناه شخصی که انجام داده، اگه شرک ورزیده، اگه سجده برای بتی کرده، اگر به هر چیز دیگه اعتقاد داشته، گاو پرستیده، گوساله پرستیده، هر کاری کرده، مادامی که حقی از مردم ضایع نکرده باشه، این دسته از گناهانی که حق الله هست و حق نفس خودش هست، خداوند اون رو خواهد بخشید. با مسلمان شدن دیگه در مورد گذشته معاقبه و محاسبه نخواهد شد در مورد اون چیزایی که حق الناس نیست، اما حق الناس همچنان برگردنش میمونه. مسلمان هم بشه باید حتما دین مردم رو بپردازه، اگر حقی از کسی برگردنش هست باید حتما اونها رو بهشون برگردونه. این از معنی این عبارت. اما اینکه منظورشون اینه همه تمدن‌ها رو از بین میبره، تاریخ گواه اینه که این دروغ محض است. اسلام هیچ گونه مبارزه‌ای با هیچ گونه کتابی نداره که بگه این کتاب یا این تمدن رو از بین ببره، و تمدن‌ها اصلاً به وسیله شمشیر از بین نمیرن، به وسیله جنگ از بین نمیرن، همونطوری که نرفتن. شما نگاه کنید حتی بعد اسلام رو، بعد اسلام رو نگاه کنید در ایران، قبل از اسلام در ایران هیچ نوع دانشمندی رو شما نمیشناسید، نمیشه بگید همه اینها از بین رفتن. خب گذشتگان، شما رومی ها رو نگاه کنید، مسیحا رو نگاه کنید، قبل از اسلام در کشورهایی که حالا به عنوان غیر مسلمان و رومی مطرح بودند، شما ارسطو رو ببین، دارن ارسطو رو، افلاطون رو دارن، هنوزم اسمش هست، و دانشمندهای دیگری که مطرح بوده اند وجود دارن، اسمشون هست، تاریخشون هست، گفتارشون هست. خب چرا ما فقط حتی اسمی هم نداریم؟ در ایران اسمی از هیچ دانشمند قبل از اسلام نیست. دانش همه توی کتاب نیست. اگه دانشمندی وجود داشته، علمش به مردم منتقل می‌شده. قبل از اسلام در جزیره العرب، در میان اعراب جاهلی قبل اسلام، شاعرهای بزرگی بودند. بحث از معلقات سبع هست، این همه شعر هنوزم منتقل شده، الان هم چاپ شده، مردم میخونن. خب چرا اسلام اینا رو از بین نبرد؟ چون وجود داشته، در بین مردم منتقل میشده، و اصلا پیامبر میگفته که بعضی از شعرها رو مدح کرده، میگفته که حرف درستی زده، جاهلی بوده قبل از اسلام هم بوده.
علت اینه که وجود داشته، ولی در ایران تمدنی که در ایران وجود داره تمدن حکومتی بوده. در ایران وجود داشته تمدن حکومتی بوده. شما برید نگاه کنید، نه حتی بناهای تخت جمشید رو نگاه کنید، بناهای دیگری که در ایران وجود داره نگاه کنید، این بناها، این معماری ها، معماری های خالص ایرانی نیست. الهام گرفته از معماری های رومی ها هست که در واقع پادشاه ایران معمارهای اونا رو آورده، بناهای اونا رو آورده که شبیه اون چیزی که پیش خودشون هست اینجام درست کنن. به هر صورت وجود قدرت نظامی بله در ایران بوده، پادشاه بسیار قدرتمندی بوده، ولی خواندن و نوشتن رو برای عموم مردم منع کرده و همین هم باعث شده که دانشمندان به وجود نیومدن. یک طبقه خاصی بودن که دروبرای حاکم بودن، دروبرای پادشاه بودن، اینها بله حق خواندن و نوشتن داشتن و اینا به دنبال شهوت رانی و پول پرستی و مال پرستی و قدرت رانی خودشون بودن، به دنبال نشر علم نبودن. شما در ایران قبل از اسلام حتی یک نقاش مهم هم نده، غیر از مانی که چیزی ازش باقی نمونده، فقط اسمش باقی مونده، میگن نقاش معروفی بوده، حتی یک هنرمند هم نداشتیم. اینا اومدن همه نقاشی ها رو جمع کردن. خب اگه اینطوره، خب چرا بعد اسلام ابن سینا میاد همه فلسفه یونان رو میاره بررسی میکنه و از اون میگیره؟ چرا امام ابو حامد غزالی کتاب های ملحدین ضد اسلام رو میاره مینویسه، پاورقیش حرف خودش هم میزنه، رد میده بر اونا؟ خود همین که این متن رو میاره دلیل بر این که ترسی از این ندارن که افکار دیگه ای مطرح بشه. فلاسفه مسلمان سالهای سال مشغول خلاصه نوشتن و تحلیل و تجزیه و بررسی و ترجمه فلاسفه یونانی شده اند. اما ما داریم میگیم بله یونان ارسطو رو داشتن، افلاطون رو داشتن و ده ها دانشمند دیگر رو داشتن، اسمشون هم وجود داره، هنوزم هست، ولی در ایران ما هیچ چی وجود نداره و داریم فقط میگیم ما ملت برتری. بله یک حکومت قدرتمند وجود داشته که تعدادی رو به زور آورده سربازشون کرده، در یه مقاطعی هم عدالت ورزی های هم وجود داشته، ولی همیشه جامعه ما جامعه طبقاتی بوده، حاکم ها و طاغوت ها مردم رو اذیت و آزار میدادند، ازشون مثل برده داشتن، ازشون خلاصه استفاده میکردند. به خاطر همین جامعه ما از لحاظ علمی، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ از جمعی غیر از جهت نظامی، غیر از جهت نظامی و قدرت سیاسی، از جهت دیگه هیچ رشدی نداشتیم ما. این یک واقعیت باید بپذیریم. کدوم دانشگاه داشتیم؟ کدوم دانشگاه بوده؟ دانشگاهی هم که بوده در دست یونانی ها بوده، اونا درست کردن دانشگاه، فکر کنم نیشابور بوده و غیر از اون دیگه نیست، وجود نداشته. و گواه بر این که ظلم و ستم میکردن، بر این که یعنی از بین رفتن قدرت نظامی ایران و ویران شدن حکومت، یعنی همه چی از بین رفت. یزگردم فرار کرد، یه آسیابان ایرانی به خاطر اینکه لباسش خیلی لباس زر و گران قیمتی بود، زد کشتش و لباسش رو برد. هیچ جا جابش ندادن، در هر خونه ای میرفت در میزد، کسی در براش باز نمی کرد، چون دوستش نداشتن، چون اون رو رمز ظلم و ستم میدونستند. به خاطر همین جابش ندادن تا یکی آسیابان اون رو کشت. به همین سادگی. اگه واقعا عدالت می‌ورزیدن، اگه علم و تمدن رو در جامعه رشد می‌دادن، مردم حتما حمایتشون می‌کردن، پشتشون رو خالی نمی‌کردن. از جهت دیگه ایران به عنوان یک قدرت نظامی و یک تمدن بزرگ چطوری در مقابل تعداد عرب که خودشون بودن و شمشیرشون، اونم هم از لحاظ عدد، هم از لحاظ امکانات نظامی، هم از لحاظ فنون جنگ، از ایرانی ها بسیار پایین تر بودن، ولی ایرانی ها شکست خوردند. علت شکستش هم این بود که سربازای ایرانی از دست نظام به سطوح اومده بودند و سربازا نمی جنگیدند و نمی خواستند از اینها حمایت کنند،
میخواستن اینا برن و اسلام بیاد. به خاطر همین نجنگیدند و اومد. کتابخانه هم وجود نداشته که بسوزانن، هیچ کتابخانه وجود نداشته. مطمئن باشی اگه کتابخانه بود حتما، حالا داخل، اگه اصلا کتابی بود حتما، اگه داخل خود ایران کتابخانه آتش زده میشد، اون کتاب از جای دیگه پیدا میشد، یه آدمی پیدا میشد که بگه من این کتابو خوندم، حالا دوباره میگم بنویسید. و بحث اینه که ادعاهای زیادی میکنیم ما ایرانی ها، ولی در واقع فقط میخوایم بگیم که ما این بودیم و از بین رفتیم. 1400 سال دارید اینو میگید. بعد از اسلام ایران از لحاظ تمدن و علم و فرهنگ رشد کرد، دانشمندان زیادی به وجود اومدن در میان مسلمانان و همچنین شعرهای زیادی هستند، اختراعات زیادی صورت گرفت، از لحاظ معماری رشد کردن. همه معماری هایی که وجود داره در ایران غیر از چند تا از چیزهای قدیمی، همه اینها چیزهایی است که بعد از اسلام به وجود اومده و مردم رشد کردند، مردم به آرامش افتادند، به راحتی افتادند و تونستند که رشد کنند. حالا حتی وقتی که بحث از چیز هم میکنیم، بحث از ابن سینا میکنیم، ابن سینا اهل همدان هست ولی همه علومش رو در بخارا یاد گرفته و همچنین بقیه هم، بقیه فارابی هم همچنین بوده.